گری تاجیک را اکنون تماشا خواهیم کرد در مرحله دویم رقابت ها. ما در دوری اول دیدیم که جمالدین چگونه خوب هنر نمایی کرد و حریفش از یعنی گوینه بیساو را اسدی را برداشت و تا اینجای رقابت ها رسید. جمالدین عبداللهی ورزشکار 20 ساله تاجیک با جداگی کبود یا لباسای کبود است. او در مقابل تسای مینگین ورزشگر 24 ساله از تایپی چین قرار دارد. ورزشگر تایپی چین هم در کارنامه‌اش دستاوردهای شایان تحسین از فصلهای جدای جهانی ندارد، ولی یک مدال برنجی از همین گراند سلام به دست آورده است. و ببینیم اکنون جمالدین که در قوزمای گذشته در حالت یا فرم خوبی ورزشی قرار داشته بود و حریف را اسدی راه برداشت که نسبت به او حدود 10 سال بیشتر بزرگتر بود از لحاظ سینی، ولی این بار در مقابل یک جوانی که با او قریب که همسان است، اگرچه 4 سال بزرگتر باشد، ولی جمالدین از خوب هنر نمایی کرد. داوری مرکز از ترکیه هست یدیم باید که این قوازمایی رو داوری میکند و با سبب کمکاری به هر دو ورزشگر یک کردی زردی جزو پیشنهاد کرد، ولی یک پرتابی سیوی نگی ورزشگری تایپی چین هیچ نتیجه نبخشید. به هر حال این نشان داده که هست این نتیجه بر سود جمالدین است تا اینجای کار. اصول مورد نظرش را میجوید از سمت راست حریف، بابا سمت راست یک پرتاب سیوی نگه چیزی با به هدف گرفت همین پرتاب رو، ولی تا آخر نتوانست برساند. یعنی تعادل حریف یکم اگر برهم زده می شود احتمال داشت که او به پهلو می افتید و جمالدین امتیاز می گرفت. مراتبه دیگر نیست، همون رویش دوست داشتنی و مورد نظر خود را اجرا می کند. اما داور اشاره می کند که اینجا یک هجوم دروغین بود. اما من گمان می کنم هیچ حجت با یعنی اشتباه گرفتن همین لحظه نبود، چون که یعنی عمل کرد اجرا میکرد خودی ورزشگری ما. ببینید بار دیگر همون سمتی مورد نظر خود را میجوید و قریب است که موفق میشود. این بار ورزشگری تایپی چینیز به نظر می رسد که یک هجوم دروغین را اجرا کرده بود، ولی داور این را به نوبت نگرفت. به هر حال وقت پشت سر می گردد و فرصت هم کوتاه تر می ماند و باید از همین فرصت های غنیمتی استفاده کرد تا با یک حلوک از بین یا اوچیگری استفاده کرد. عبداللهی جمالدین بسیار با مورد بود، ولی تا به آخر نرسوند. در حالت خوبی ورزشی قرار دارد جمالدین، حرکت و همچنین راه نفس کشی آزاد دارد. به نظر می رسد که یعنی قوا و توانش پای برجاست، اگرچه از لحاظ تاکتیکی یکم حریف او برتری دارد. تا اینجای کار در نمولوحه با یک وزری که کمتر دارد پیش صف هست ورزشگری تایپی چین، ولی جمالدین اکنون حرکات یا مقاومت نادرست نباید کرد. ببینید داور این اشاره میکند اگر با سبب مقاومت نادرست، بله با سبب کمکاری به هر دو ورزشگر کارد زرد جزا داده شد و از بس که ورزشگر ما مراتبه سیوم کارد زرد جزا گرفت و او خنسوک و مکه داده شد و شکستن مقررات.